میریم به طرف معیاری شدن. پروژه شهر جدید کابل در اینجا تدبیر شده است. مبارک باشه به همه ما. و ما قرارداد فاز پارسل بی فاز اول کابل جدید با وزارت محترم امور شهرسازی امضا نمودیم. مسجد دوم سالن شهری، یعنی فاتحه خانه زنانه و مکتب است. بلاک های رهایشی بلند منزل است. و این پروژه به عنوان یک پروژه ملی، دومین پروژه ملی اعلان شد در همین نشستی که حضور داشت. طرح کابل جدید از کی بود؟ در دوره امارت اسلامی بود یا قبلا در دوره جمهوریت طرحش ریخته شده بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. وطندار عزیز، بیننده های خوب شبکه جهانی آریانا، آریانا نیوز و هموطنان ما که بیرون از افغانستان از طریق چینل یوتیوب تلویزیون آریانا همیشه گزارش های ما را تماشا میکنیم، وقتتان بخیر باشه. خوشحال هستم که باز هم در خدمت شما قرار گرفتیم با یک گزارش کاملا جدید و کاغذ پیج یا هم نو بگیم. هرچند که در این روزها سرخط رسانه های افغانستان قرار گرفته این موضوع و یکی از موضوعات بسیار مهم، یکی از موضوعات خوب، یکی از خبرهای خوب. سالهای سال ما در افغانستان در آرزو و امید ازی بودیم و هستیم و در آینده هم می باشیم که در وطن ما با وصف همه گپ ها و با وصف همه چالش ها، از بیکاری گرفته تا مشکلات اقتصادی و تا گپ های دیگه که در این چندین سال ما با او درگیر بودیم و دامنگیر ما بود، در پهلوی از این نابسامانی ها در کشور ما خوشبختانه میریم به طرف معیاری شدن، میریم به طرف از این که آبادی میشه در وطن ما، نوسازی میشه، شهرکای معیاری ساخته میشه، که این چقدر برای ما امید بخش است. شاید متفاوت ترین گزارش برای ما همی گزارش باشه. بله، ای که این کدام موضوع هست باید ما بر شما بگویم. چند روز قبل ما شما شاهد بودیم که بزرگترین پروژه ملی به نام کابل جدید افتتاح شد. 90% کابینه امارات اسلامی هم در اینجا تشریف داشتن. یعنی که کابل جدید یا هم شهرک کابل جدید با معیارهای جهانی قرار است که ساخته شود در همی دی سبز کابل. قبلا ولسوالی بود، حال ناحیه 19 شهر کابل شده. ما به دلیل از اینجا آمدم که هم ببینم، خوش شوم و هم تصویرهای خوب بر شما داشته باشیم در این گزارش و در پهلوش. این شهرک معیاری که اعمار میشه چند تا هدف مهم داره. اول، بیر و بارک از شهر کابل کم میشه، یعنی تراکم نفوس، جلوگیری از تراکم نفوس. دوم، از غصب زمین جلوگیری میشه. و یک موضوع دیگه هم ای که زمینه اشتغال زایی فراهم میشه، یعنی تا زمانی که این شهرک ساخته میشه چقدر مردم ما آل از بیکاری، از فقر اقتصادی رنج میبریم، اما در اینجا میتونیم که کار کنیم.
چې په لومړي پاس کې یې د 15 لکه اوسیدونکو لپاره د 80,000 کورونو د جوړونې، تجارت، زراعت، تفریحي، صنعتي او لوجستیکي پارکونو لپاره پانګونه په پام کې نیول شوې ده. ټیکهدار و مزدور و دکاندار ته به کار پیدا سي. پروژه شهر جدید کابل د اینجا تدویر شده است. واقعاً جای نهایت خوشحالی و افتخار است. تشکر از اینکه با ما هستین. افتتاح کابل جدید نمونه ای از تعهد به بازسازی و ساختن افغانستان مرفه است. بدون شک دیگه چک نداریم. رئیس های بم اینجا تشریف دارن. همراهشان معرفی شیم. السلام علیکم سیب. جناب رئیس سات شما خوب است. بخیر هستین. سلام. شما خوب هستین. سلامت هستین. بخیر هستین. صحت دارین رئیس سیب. بخیر هستین ان شاء الله. سلام. دوستو همگی خوب هستین. شما دین. خدا رو شکر. بخیر باشین. کمکی طرف تر بیاین که همین کار کامره و ماک اینا رو همین در خدمت شما هست. با عزت باشین. بسیار تشکر جناب سید مقدم آقا، رئیس سیب فاز اول کابل جدید. اشتباه خو نگفتیم. بله، توسعه دهنده کابل جدید و در این حال رئیس شرکت خاور. بسیار عالی، بسیار تشکر. چون بعض دوستای ما گفته بودن که رئیس های عمومی کابل جدید، ما گفتم اشتباه نگفته باشه. نه، سلامت باشین. کابل جدید متعلق به وزارت امور شهرسازی دارش و فازهای مختلف هر کمپانی میتونه در اینجا قرار داد داشته باشه و شرکت خاور اولین کمپانی است که یک بدنه کلان فازی اول کابل جدید با امارت اسلامی افغانستان به ویژه وزارت امور شهرسازی به امضا رساند. بسیار تشکر. مبارک باشه به همه ما. این چیزی نیست که مربوط به یک شرکت شه، مربوط به یک مربوط به همه مردم افغانستان میشه و جای بسیار خوشحالی است. من اول گزارش هم میگفتم رئیس هم میگفتم ما در آرزوی ساختن اینمی رقم شهرکا بودیم از اول هستیم و در آینده میباشیم. هر قدر در وطن ما آبادی و باسازی شه با نمو اندازه خوش میشیم، چاق میشیم. طبیعی است که یک کاری عامل منفعه است، یعنی یکی از ضروریات جامعه است. از یک طرف شما اگر در ارتباط با اشتغال زایی صحبت کنین، این پروژه میتونه که میزان بیکاری را کاملا کاهش بده و از لحاظ سرمایه گذاری بستری بسیار مناسبی برای تاجران ملی و بین المللی است. از لحاظ مسکن در حدود بالاتر از 4 میلیون خانه در اینجا طراحی شده که با فضاهای مختلف تقسیم بندی شده. در ابعاد مختلف هزارها انسان در اینجا میتونه عملا آماده به کار باشه. بسیار تشکر. شما با وزارت شهرسازی قرارداد بستین دیگه؟ بله. خب طبعا اولا که در مجموع کابل جدید با حضور داشت اعضای بلند رتبه امارت اسلامی افتتاح شد. حدود بالاتر از 90% اعضای کابینه در افتتاح این پروژه ملی شرکت کرده بودند و ما قرارداد فاز پارسل بی فاز اول کابل جدید با وزارت محترم امور شهرسازی امضا نمودیم. خانه آباد. بیاییم روی اهدافش، شاید وقت زیاد بگیره که رئیس های بگویه که چه اهداف داره، هدف از ساختن این شهرک چی است. بیاییم روی شهرک رهایشیش که زیادتر مردم ما منتظر می باشند که بشنوند بفهمند که به چه تعداد اپارتمان در این شهرک ساخته میشه. دیگه بخشایش هم باز صحبت بکنین. 4 فاز داره، اگر صحبت کردین روی فازایش هم بفرمایید. خو یک پروژه بسیار بزرگی است که حدود 14 سال قبل طرحی از طرف جایکای ژاپن در ساحت در محدوده 370,000 جریب زمین طراحی شد با هزینه بسیار انگفتی. روی عوامل مختلف نظام گذشته موفق و کاری عملی این پروژه نشد.
خوشبختانه همه قسمی که وضعیت تغییر کرد، امارت اسلامی بیشترین انگیزش و یا توجهش بالای سکتور خصوصی است و تلاش میکنه که افغانستان از لحاظ اقتصادی آهسته آهسته از بار دوش جامعه جهانی بیرون شود. و در بود دیگر شما میبینید که بسیار مردم ما کشور را ترک کردند به خاطر بیکاری و امروز هم هزاران نسل جوان در اینجا بیکار هستند. میتونه یک انگیزه شمی باشه که خوبی جدا از مسائل مسکن، سرمایه گذار، اشتغال زایی، خوب بالاخره این ملت به کار نیاز دارند و این پروژه به عنوان یک پروژه ملی، دومین پروژه ملی اعلان شد در همین نشستی که حضور داشت. من فکر میکنم که در ابعاد مختلف میتونه مستقیما با سرنوشت روزانه مردم ارتباط مستقیم داشته باشه. خیر ببینین، یعنی دومین پروژه ملی یا کلان بگویم بعد از قشتیپه میشه دیگه. بعد از قشتیپه بله، حالا من درباره قشتیپه بسیار معلومات کافی ندارم، ولی قسمی که از لحن صحبت‌های شخصیت‌های تراز اول نظام مطرح شد، قشتیپه را به عنوان اولین پروژه ملی و کابل جدید را به عنوان بزرگترین پروژه ملی عنوان کردند. خیر ببینین، بیایم روی همی آپارتمانایی که اگر کسی بخواید بگیره در اینجا، اما پروسش چگونه است؟ ساخته میشه بعد از او باز کسی اگر بخواید از اینجا خریداری بکنه، یا که زمینش برش فروخته میشه؟ به صورت کل ساحه کاری ما به 4 قسمت عمده تقسیم بندی هست. یک قسمتی از این شامل میشه نمرات رهایشی که قیمت های بخصوص خود داره و این را ما اعلان کردیم طریق بروشرها و بالاخره تلویزیون ها و چیزا، که یک نمره حدود البته قیمت هایی که میگم برای 5 ماه مدار اعتبار است، یک نمره قیمت $3,000 تثبیت شده و در این حال برای خدمات هم $3,000 و $1,500 هم تکسی دولت است، که مجموع یک نمره رهایشی حدودا $7,500 که به اقتصاد دراز مدت پرداخت میشه. و این نقشه را ما به دست مشتری ها و خریدار میدیم، اونا خودشان میسازن. و یک بخش دیگری هم نمرات است که 520 و بالاتر از 520 است که به شکل خیلی مدیر ساخته میشه، که اونا را شرکت میسازه و سرمایه گذارهای ملی و بین المللی تصمیم داره که اون فروشاتش شاید ویژه باشه و صورتی عاجل به فروش رسانده نشه. در قسمت ساحات تجارتی هم ساحات مشخص شده از لازم متر مربع محاسبه میشه و این هم در خدمت کسانی که خریداری میکنن نقشه برشان داده میشه، از 5 طبقه الی 10 طبقه اینا میتونن ایمار کنن، که اینم کسایی که خریداری میکنن میتونن خودشان بسازن. اما در قسمت آپارتمان ها، آپارتمان را کلا شرکت میسازه از 5 طبقه الی 10 طبقه، یعنی 5 طبقه، 7 طبقه و 10 طبقه، و این با اقتصادی دراز مدت متر مربع قیمت گذاری میشه، شاید در 18 ماه تکمیل شوه کسی که قرارداد میکنه برش آپارتمان داده شوه، ولی او قسطش از 3 سال میپردازه. امکان داره که از 3 سال هم نظر به شرایطی هست و یک قسم میتونه یک مقدار دراز مدت هم باشه. یک نمره زمین 320 چند است؟ عرض کردم که یک نمره 320 اگر کلی حساب کنیم فعلا $7,500 است، که از این $7,500 $1,500 یا چیزی زیادتر برای خزانه دولت تحویل میشه، $3,000 برای خدمات مثل برق و کانالیزیسیون و سرک و این چیزا در نظر گرفته شده، که این بس خدمات 4,500 از این در این بخش ها مصرف میشه و تنها $3,000 میشه قیمت یک نمره، ولی در مجموع یک نمره اگر کلی حساب کنیم $7,500. بخیر باشین. هزینه که بعض دوستا در گزارش های خود ذکر کرده بودن تا 6 میلیارد گفتن، 6 میلیارد 7 میلیارد دلار، این درست است از این کابل جدید؟ پلانی که فیلان پارسل بی که شرکت خاور ایر قرار دادش امضا کرد، یعنی ما با واسطه محترم شهرسازی امضا کردیم، ارزشیابی شده معادل $1 میلیارد
که خوب اون توجیه اقتصادی خودش به شیوه مختلف داره که اون شاید از اوصله برنامه بیشتر باشه. اما طبیعی است که بالاتر از 7 میلیارد دلار در ساحه کابل جدید باید هزینه شما. یعنی او نیاز به یک توجیه اقتصادی از لحاظ تکنیکی داره که هر فاز خصوصیات خود داره. یک فاز مطمئن هستم که بالاتر از ارقامی که داده شده و اینجا مصرف شد. صحیح، بخیر باشین. چه خوب یک فضای بسیار آرام، چه خوب یک آب و هوای خوب در اینجا. اینجا بسیار میوه هم از درختای سیب است، درختای انار است. اینا را قبلا اینجا شانده بودن، این میوه ها را درختایش. بله، خود در حقیقت طرح این نقطه‌ای که ما شما قرار داریم قبل از طرحی که ژاپنی ها داده بودن و اینجا را هم ژاپنی ها به عنوان مرکز کابل جدید قبول کردن. طبعا اینجا یک حالا به مون سیستم وطنی بگیم یک باغ است و حدود 16 سال سابقه داره و تمام درخت ها و میوه ها و چیزاش به ثمر رسیده که امروز میتونیم افتتاح کابل جدید هم در همینجا صورت گرفت. یک جایی است که جوابگوی هر نوع محافل همشهریان خود در بخش های مختلف میتونه داشته باشه. بسیار تشکر. همین یک تشویش هم و مسئله نمره های قبلی توزیش کدام مشکل داشت، امور دوستا گفتن اگه میرم بپرسید. نقطه خوبی را اشاره کردین. ما به تمام هموطنان ما اطمینان میدیم که کسایی که جدیدن نمرات ریزرف میکنن با دادن یک قسط اولشان یا قیمت اصلی نمره با گذشت یک ماه نمره برشان تثبیت میشه و یک ماه هم برای ساخت و سازش برشان وقت داده میشه که انجام بدن. و کسانی که قبلا نمره را ریزرف کردن با قیمت های ارزان یا قیمت یا به هر شیوهی که بوده و نمراتی که در ساحه شرکت خاور است از اونا دیگه پولی به ارتباط نمره گرفته نمیشه و از این ساحه برشان نمره داده میشه. کسایی که تثبیت است تثبیت، کسایی که نیست نمراتشان تثبیت میشه و خدمات دولت و خدمات زیربنایی را به اقساط مختلف اونا باید بپردازند. بسیار تشکر رئیس صاحب، خوش شدیم از دیدن شما. کار عملا جریان دارد اگر در این فاز اول؟ بله، یک وقت جریان داره ولی هفته بعدی انشاءالله اگر تشریف آوردین در سه استقامت به صورت وسیع کار شروع میشه. بسیار زیاد تشکر، خوشحال شدم از دیدنتان. انشاءالله کدام گپی اگر در فاز اول مانده باشه که من متوجه نشده باشم، پرسان نکده باشم، مهربانی بفرمایید. به هر حالت این کار یک کار سنگینی هست. شرایط من از تمام هموطنان خیش صمیمانه درخواست میکنم که اطمینان پیدا کنند در ارتباط با کابل جدید و از تمام سرمایه گذاران چی در بیرون از کشور قرار دارند و چی در داخل از کشور قرار دارند یک فرصت ایجاد شده بیان دست به دست بدیم. اگر ما یک بدنه مشکلات جامعه را بتونیم حل بکنیم، اینمی یک هم میتونه صدقه جاریه باشه، هم میتونه بیزنس باشه و هم میتونه یک خدمتی برای مردممون باشه. بسیار تشکر. فقط یک چیز فراموشم شده بود که حال یادم آمد، همین مساحت یا زمینی که در این فاز اول است چقدر است؟ مساحت کلی فاز اول در حدود 25000 جریب زمین است. اولین کار ما در ساحه 1000 جریب زمین استارت میخوره. باز در مجموع اگر فاز 3 و 4 شم 2 3 4 در مجموع 4 فاز است که بیشتر روش صحبت شده. نه، تنها فاز اول 25000 جریب زمین است. هر فازی با مشخصات خودش در حدود 15000 20000 تا 30000 جریب زمین است. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. خوشحال شدیم. بخیر، سلامت باشین. سلامت باشین. سلامت باشین. تشکر از اینکه با ما هستین. سعید جان کارمند اداری امی فاز اول هستن. سعید جان ما خود سلام علیکی کردیم، یک سلام علیکی با بیننده ما هم داشته باش و نام مکمل تا باز بخ. سلام به شما برادری عزیز. سعید جان معصومی هستم، کارمند شرکت هستم. شرط تشکر، بخیر باشی.
که سید جان خواستیم که بریم طرف اینمی پروژه اول یا هم فاز اول ببینیم که در نقشه دیگه سید جان بلی است در نقشه چی است و دیگه اونجا بسیار گپ هاست او گپ ها چی است یعنی یک شهرک معیاری باید دیگه همه چیز داشته باشه هیچ چیزی کمبودی نداشته باشه بسته بلی است همون ترانه؟ بله بله خب بیایم کمی نزدیکتر بریم او طرفش مربوط به بخش دوم و سوم میشه بله. فاز اول همین میشه دیگه نه فاز اول ما که از همین جا شروع میشه ما خودت اینجا یک استاد میشیم درست است پلو یک استاد شه درست است بیا بیادر اینجا یک تصویر صحیح تر به پروژه اول پلان تفصیلی و انکشافی بخش اول شهرک خاور واقع فاز اول کابل جدید توسعه دهنده شرکت ساختمانی خاور یک مسجد دوم سالون شهری یعنی فاتحه خانه زنانه و مکتب است بلاک های رهایشی بلند منزل است کسافت بلند نفوس میگه چیز است بلاک های رهایشی بلند منزل بلند منزل تجارتی است پلیس و اطفائیه است برج برق است ناحیه شاروالی است ساحات سبز و بازی اطفال است ساحات پارک و سبز و تفریحات است پارکینگ عمومی داره کتابخانه تاسیسات آبرسانی کودکستان ساحه تحصیلی همه گیره در بر میگیره منظور است وزیر سای امور شهرسازی تایید است رئیس امور شهرسازی تایید است معاون امور شهرسازی یعنی همش اینا را دیدن نگه کل لگی دیده شده است تا گذشتم پلان شده بود فعلی تایید شدگی است بس خلاص است والله سید جان اینقدر خوبیا را که داره این شهرک حال دل ما میشه کمی یک خانه داشته باشیم یک نمره زمین بگیریم یا آباد کنن برای ما بتن یا ما آباد کنیم خب مقصد گپ است که حال باز پیسه نیست چطور کنی خیر باشه گپی نیست میتونیم یک نمره با قسط برات بدهیم والا اون قسطش خوبش از مگم در چند سال میتونیم ما با چه قسط بپردازیم ها 10 سال امکان داره خو اصلا از ما در 3 سال هم میشه با قسط بدیم براتون بازم صحبت میکنیم واسطه امکان داره یا نه اصوله خو اصل اصول و مقررات شکلگیش وانا نوشته شده شاید در بروشور و در فروم های ما دیده باشین خب اگر دادن خوب بازم مشکلی نیست اگر ندادن باز پیسه ها را سر در سر کردیم درست است خب بیا خیر باشه این نقشه که پیش سر باید استاد چه؟ اینمی نقشه چی است؟ امی فاز اول است؟ این فاز اول ماست این نقشه که است اینجا بلاک های ماست بلاک های شهرک سبز ما که است دیگه اینجا از اینجا بگیم که سرک کابل بگرام است این سرک کابل بگرام است بعد اینجا سرک 40 متر آمده در اینجا در سری یمی بلاک های ما که از اینجا سرک اول ما در اینجاست این بغیر از اون سرک بعد اینجا 60 متر سرک ما دیگه داریم در دمی روی از این بلاک های ما ما آمدم دیدم دیدین بله این خو سرکی که از لب سرک عمومی آمده اینجا باز اینجا تقریبا این چارایی شاید یک 20 فیت زمین باشه خود چاره ایتم خود چاره ای این سرک آمده در این وصل شده دیگه سرک هم کلگی وصل شده اینا نمرات رایشی است اینا هم که نمرات رایشی است اینا کلگی این سرک است این بلند منزل است اینجا هم که از جای تجارتی هم داره این هم که از باز سرک از باد بلند منزل است یعنی تمام معیارات در این در نظر گرفته شد بله یا صد صد کلا یه چیز گرفته شد مثل که بیشتر همونجا خانه بخیر باش سعید جان شهرک سبز ای جان گپ مانده بود ایجا خب اینجا چیز داره ای هم در لو ای هم از پروژه اول ماست همی علیف از بخش سوم هم که نوشته شده مربوط به این پروژه اول ماست یا هم کلگی این سرک کابل بگرام است این همون سرکی که از همونجا گفتم آمده همی است این همی تو کلگیش بلند منزل است سرک کابل بگرام که میگم همی قربا و کلکان این قسمت ها میشه دیگه نه؟ دیگه این همی سرک کابل بگرامی که از کابل بگرام میگن بگرام خب پیش است و سرک که این طرف میره به طرف کابل صحیح بخیر باشه بسیار تشکر باشه تصویرایش باز ببینن بعدن اگر ایره توضیح بتیم باز شاید بعضی هم
بعض رفیقای ما بخیر کار نکنه سرشون که کدام قسمت چی رقم است. ما خود قسم استاد هستیم که نمیفهمن که ما خود تمیال چی رقم استاد هستیم. خب خیر باشه باز ان شاء الله. اونو نقشه که دوج است اونو رو نفهمیدم، او از کجاست؟ او از شهرک سبز از همین خود همین بلاک ها است. این هم مربوط به فاز اول میشه؟ حال شامل شده. یعنی دقیقا دیگه اینه ما تو یک چیز ساخته خواهد شد. بله یک چیز داخلی بلاک های ما شرک ما تو ساخته میشه. تنهایی شرک سبز ما که هست. بله خوشم آمد. خب هر قدر که بگوی من اوزام کم گفتیم. تشکر سعید جان. بخیر باشی. وقت تا نمیگیرم. شما هم کارا و جنجالای تان زیاد است. ما هم نگه میریم. بخیر باشی. با من خدا. قربان تو. بایزت باشی. تشکر میکنم از اینکه بیننده گزارش ما بودین. امروز واقعا گپای گفتیم از کابل جدید و از این شهرک معیاری که ما مطمئن هستم که این گزارش ما قابل قبول برای همه شما بوده. و فعلا هم ما به وزارت شهرسازی آمدیم و به داخل دفتر محمد کمال افغان سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن. چند تا سوالی که پیش ما بود خواستم که این سوالا را از افغان صاحب بپرسم و جوابش را به دست بیاریم. اول خب بازم تشکری میکنم که وقت دادین افغان صاحب. برای همه ما مبارک باشه افتتاح از این پروژه ملی. دومین پروژه از بعد از قشتیپه دیگه دومین پروژه کلان است. مننه له تاسې هم لکه څنګه چې تاسو ویلی چې رښتیا هم د قشتیپه کانال وروسته دا یو دومه ستره ملي پروژه ده چې په افغانستان کې پلی شوله. دا د موږ او تاسې او د دې ملت لپاره د امارت لپاره ټول لپاره د خدای نیکه مبارک وګرځئ او انشاءالله د دینه د لار نورو سترو سترو ملي پروژو د پلی عملي چارو د پلی کېدا شاهدان به اوسو. بسیار تشکر. بخیر باشین. ما از رئیس صاحب فاز اول هم سوالات داشتم، اما روی هزینه صحبت میکنیم چون بعض گزارش ها که نشر شد هر کسی امو مصرف یا هزینه را گفته بود، اما دقیقش میخوایم از شما بشنم چقدر هزینه در کل بالای امی کابل جدید یا شهرک کلان که به نام کابل جدید است مصرف میشه یا هزینه داره و یه از طرف کی است؟ لومړی کتم که خو مننه کوم تاسې نه چرالی په دې برخه کې درتوی مچ د کابل جدید نوې خار د لکه نوې ډیلې چې جوړ شوی دا یا اسلام آباد جوړ شوی دی یا نور پسیمه کې خار دا د یو لوی خار ده چې د اوسنی کابل خار یو نیم برابر لوی ده. یعنی شاوخوا 3,000 جیره بزمکه شامل ده په دا کابل جدید خار پکې کلکان شکردره ده سبز ایستالف او دیو ساحه د بګرام د پروان هم پکې رنیول کیږي. یعنی دا ډیره لویه ساحه ده په دې کې په میلیاردونو ډالر لګښت باندې راځي. اوس مهال کې تاسو چا و میلیارد ویلی یا ته یا شاوخوا و په دو کې غشوي دا یوازې دغه د کابل جدید د اول فاز د دوهمې برخې باندې چې کوم هغه پلان او طرحه ده د دغې عملي کولو باندې دغومره لګښت راځي. یعنی د دغې برخې کټول کابل جدید خر خو دا ډیر زیات لګښت ضرورت لري او دا د دې د کم وړه پروژه نه ده چې موږ وایو چې دا د یو څو کالو دوه درې کالو پروژه ده. دا ډیره لویه پروژه ده چې ما مخکې ویلې د اوسنی کابل خار یو نیم برابر لویه پروژه ده. نو دا ډیر زیاتو پیسو ته ضرورت لري او ان شاء الله چې اوس د خوشبختانه ودا وایي چې کوم پنګوال چې اوس دلته چمتوري چې پنګو کې دا ټول د خپل افغانان دي او د دغه څمو د مخکې چې موږ د کابل جدید د لومړي فاز د دوهمې برخې دا عملی چارو پرانسته وکړه دغه سره متصل نور پنګوال چې کوم دي هغه راغلل د وزارت هغه خپل غوښتنه دا وکړه چې موږ هم دې ته چمتو یو لیواله شي عملی کار شروع کو. هغه کوم ابتدایي مراحل چې موږ غوښ سرکار شروع کړ ان شاء الله په نګدراتون کې به غوښ سره هم عملی کارونه پیل کو. بسیار تشکر. سوالی که من مطمئن هستم همگی همین لحظه میخوای بپرسم ایسته که طرح کابل جدید از کی بود؟ در دوره امارت اسلامی بود یا قبلا در دوره جمهوریت طرحش ریخته شده بود؟
تر هغه ټوله کې خپل علاقه دغه پیشنهاد د وزارت شارسازی او مسکن یا د کور او خرجولو وزارت د خوانه شوې ده. البته په تیر حکومت کې ځکه اوسنی کابل ښار کې چې کومه ګڼګونه ده یا تراکم د نفوسو ده یا د اوبو مشکلات دي یا د کانالیزیسون مشکلات دي یا د ترافیکي ازدحام ده، د دغه موجودی د اوسنی کابل ښار شته مشکلات ته په کتو وړاندیز دا وشو چې باید یو بدیل ښار ولرو ترڅو دغه مشکلات حل شي. بیا دغه کیسه ټوله په تیر حکومت کې شوې ده. د دغه ښار د کابل جدید ښار ټول ماستر پلان طرح او ډیزاین د جاپان هیواد په مرسته باندې شوې ده. جایکا مؤسسه ده، هغوی په بلا ایواز مرسته باندې دی باندې په یوازې دی په ماستر پلان باندې دی په طرح او ډیزاین باندې په میلیاردونو ډالر په میلیونونو ډالر مصرف کړي دي. ترش از طرف جاپان، جاپان از طرف کشور جاپان شده. بسیار تشکر. باز ساختمان و بلند منزلا یا شهرک رایشی که از اپارتمان هایی ساخته میشه، او هم نقشش از جاپان است؟ هو، دا ما مخکې ویلي چې طرح او ډیزاین ټول جایکا جاپان د خوانه مکمل شوی ده، ماستر پلان هم شوی ده. نو هغه پلانونه د البته د وزارت سره په همغږۍ او مشورې باندې شوی ده. زموږ انجینران پکې دخیل دي تر واده پورې. اوس د دغې تطبیق او عملي کول یې بیا زموږ مسؤلیت ده چې موږ څنګه کولی شو دغه خپل پلان یا که موږ جوړ کړی یا هغوی جوړ کړی ده، خو دغه پلان او زموږ مربوط کېږي. د دغه پلان تطبیق دپاره موږ دا اراده کړې، دا کار هم پیل کړی ده. نو انشاءالله موږ دې ته ژمن یو او هوډ لرو چې دغه کوم پلان هغه شوی ده، دا د سیمې په کچه نه بلکې یو نړیواله کچه باندې یو ښار ده چې په سیمه کې به ممکن داسې ښار نه اوسیږي. په دغه کچه باندې ښار ده چې انشاءالله عملي کولو لپاره یې موږ او د سرمایه ګزار یا د پانګوال په ملاتړ باندې ژمن یو. بخیر باشیم، بسیار تشکر. گپ مهم دیگه ای که تمام موادایی که به کار میره در این شهرک کلش از داخل کشور خود ماست. طبعا زمونږ ارجحیت یا لومړیتوب هم دې دپاره ده چې د خپل داخلي تولیداتو څخه استفاده وشي، نه یوازې په ښارګوټو بلکې په هر څه کې د ژوند په اصولو کې. او هر هیواد دا ځان ته لپاره ښه ګڼي چې د خپلو تولیداتو استفاده وکړي. البته که بعضې کوم څه شی احیانا داسې پیدا کیږي چې هغه زموږ په هیواد کې تدارک ناممکنه وي، نو بیا کېدای شي هغه د بلې خونه راوړل شي. اما په ټوله کې فوکس چې ده دا په داخلي تولیداتو باندې ده چې په دې کې به داخلي تولیدات کار کیږي، خپل زموږ هیوادوالو ته به د کار کولو زمینه برابرېږي او دغه ټوله ګټه او هغه به د داخلي سوداګرو او د داخلي کاریګرو د خپلو هیوادوالو وي. در صورتی که مجبور باشیم دیگه باز ناگزیر میشیم که از بیرون از افغانستان بخواهیم دیگه. طبعا مجبوریت بیا بل صدره. سب تشکر. فقط سوال آخر، وقت تانا نمیگیرم، چقدر وقت میگیره که به بهره برداری سپرده شود؟ اگه کم پلان چه پتیر حکومت که دیده پر جور شوه و پتوله که دا تقسیم شوه په دوه مرحلو په دوه پړاو باندې، چې اول پړاو به په 15 کلونو کې به سر ته ورسیږي او دوهم پړاو به هم په 15 کلونو کې ورسیږي. خو تاسو ولیدل چې په تیرو دغه 40 کاله د تیر حکومت تیر شول، هغوی ته عملي کارونه نو پیل کړي، نو مشکل یې ودرلوده. اما اوس هم که هغه پلان په اساس باندې وکتل شي، نو اول مرحلې ته 15 کاله او دوهم مرحلې ته 15 کاله هغه شوی ده په ټوله کې چې شاوخوا 10 کاله راځي. اما دا نو د وخت به ثابته کې چې څومره وخت نیول کیږي، ځکه دا یو ډیر لوی ښار ده. ما مخکې ویل چې د اوسني کابل ښار یو نیم برابر لوی ښار ده. دا یو عادي پروژه نه ده، دا ډیر لوی ستره پروژه ده چې په دې کې یو پانګوال نه ده بلکې 15 پانګوال چې هغوی غواړي دلته پانګونه وکړي. اما زموږ هغه به دای چې ترجیح او لومړیتوب به دې ته ورکوو چې دا کارونه څومره زر کیږي دا سر ته ورسیږي. بسیار تشکر از اینکه وخت دادین برای ما. در آخر میخوایم بگویم که خودت هم تصمیم داری کدام خانه بخریدم اونجا؟ نه یوازې زه بلکې زموږ تاسو هر هیوادوال چې هغه د بې سرپناهۍ د مشکل سره مخ وي، هغه سرپناه ته ضرورت لري چې په دغه ځای کې یا بل ځای کې واخلي، د چا چې چیرته ښه هلته یې شپه. څوک چې چیرته پرده که کاروبار لري، چیرته ژوند غواړي کول غواړي، او بیا خو کابل یا دا پلازمینه پایتخت مرکز ده، نو هر څوک پکې غواړي چې راشي دلته هغه واخلي. نو نه یوازې زه بلکې ته بل زموږ نور هیوادوال دوی کولی شي راشي دلته د خپلې خوښې کور ځانته واخلي یا ځمکه واخلي. پیسه که نباشه بازم اقتصادش یک ذره زیاد کنن که ما بتانیم داده. انشاءالله چې په دغه برخه کې به مشکل نه وي. خدای مهربان ده، دلته موږ او تاسو نورې ډېرې پروژې لرو چې په اوږدمهاله قسطونو باندې ورکول کېږي. که تاسو وګورئ په تیر کې د امارات ښارګوټی او په 40 کلونو قسطونو باندې خلکو ته ورکړل شوي دي چې خلک ښه کولی شي هغه د هر کال باندې چې هغه دوی باندې څومره قسط راځي هغه تحویل کړي. نو داسې نورې پروژې شته، دا به یې نور به یې نور به یې انشاءالله چې دغه کې به هغه پانګوال هم چې پانګونه کوي د خپلو هیوادوالو هغه اقتصادي وضعیت دا تحلیلي ارزونه یې کوي او د هغې سره سم بیا راځي پانګونه کوي. نو کېدای شي
شي دغه برخه کې تم پنګوالو فکر کړی کلم گفتنی اگر باقی مانده پیام بر مردم داره از خاصوی نلارم زما هله امیدم داره چې په افغانستان کې دغه سی پروژې پلی شي او نور پرتونکو کې د جنگ او د جګړو د ورانۍ خبرونه وانور بلکې د آبادی وورو او د هیوادوال نم غوښتنه داره چې د خپل حکومت سره د امارت سره وګپو وګلاس یو کی او د خپل هیواد په آبادی کې لاس ورکی سره ونده واخلي سر تشکر ډیر مننه کوم ودان سر تشکر از شما که بیننده گزار شما بودین گزار شما هم در اینجا به پایان میرسه تا فردا و یک بخش دیگه از کابل خداوند یار و نگهدار همه ما شد.